طبق تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های تایید شده، کشور فیلیپین در برخی از جزایر خودش اقدام به ساخت مواضع و استحکامات دفاعی کرده تا در این مواضع و استحکامات سامانه‌های موشکی جدید خودش رو استقرار بده. این سامانه‌های موشکی از قرار معلوم سامانه‌های موشکی براهموس تولید هند هستند که کشور فیلیپین در سال 2022 میلادی قرارداد رسمی خرید این موشک رو با هند امضا کرده و قراره که در سال 2024 میلادی این موشک‌ها به فیلیپین تحویل بشه. موشک براهموس یک موشک کروز ضد کشتیه که توسط کشور هند و با همکاری مشترک بین هند و روسیه تولید میشه. این موشک در دسته موشک‌های کروز مافوق صوت جای داره و یکی از تلاش‌های موفق کشور هند در عرصه ساخت موشک‌های کروز ضد کشتی محسوب میشه. این موشک در اصل نسخه توسعه یافته از موشک یاخونت روسیه و دلیل ساخت این موشک از سمت هند داشتن موشک‌های کروز ضد کشتی مافوق صوته. در سال‌های میانی دهه 1990 وقتی که هند به دنبال موشک‌های کروز ضد کشتی از نوع مافوق صوت بود، ابتدا به دنبال موشک KH-41 رفت. اما موشک KH-41 بزرگ بود و ساخت نسخه زمین پرتاب اون هم برای هندی‌ها بسیار سخت. لذا دنبال نسخه بهتر از اون بودن و به همین خاطر هندی‌ها موشک یاخونت رو انتخاب کردند. اما از جایی که خواستار ایجاد خط تولید و ساخت برخی از قطعات در کشور خودشون بودن و تکنولوژی‌های زیادی هم در اون برهه زمانی در اختیار نداشتن، مجبور شدن که موشک جدید رو با همکاری بالایی از روس‌ها بسازن. ساخت این موشک از سال 1997 میلادی در هند آغاز شد و اولین تست اون هم برای اولین بار در سال 2001 انجام گرفت. اما نسخه اصلی اون در سال 2004 میلادی تست شد و از سال 2005 میلادی هم این موشک در ارتش هند وارد خدمت شد. این موشک از همون طراحی موشک یاخونت بهره میبره و دارای یک طراحی با حالت استوانه‌ای کشیده است که با 4 بالک میانی و 4 بالک کوچک انتهایی هم تجهیز شده. پیشران این موشک نقطه قوت اون محسوب میشه. این پیشران از نوع رمجت و باعث میشه که این موشک در دسته موشک‌های کروز مافوق صوت جای بگیره. این پیشران با استفاده از خروجی متغیر تجهیز شده که باعث میشه در افزایش مانورپذیری و تغییر مسیر در موشک نقش مهمی رو هم به عهده بگیره. در اصل بالک ها کار پایداری موشک رو به عهده دارن و وظیفه هدایت و مانورپذیری به عهده خروجی متغیر نصب شده روی پیشرانه. این خروجی متغیر با کنترل گازهای خروجی و جهت‌دهی به این گازها سعی در افزایش مانوردهی و تغییر مسیرهای لازمه میکنه. با اتکا به این پیشران این موشک میتونه که به سرعت بیشینه حدود 3 ماخ در ارتفاع بالا و کمتر از 2 ماخ هم در ارتفاع پایین برسه. ویژگی خاص این موشک اینه که سرعت بالایی داره و این سرعت بالا امکان واکنش یا فرصت عمل دشمن رو کم میکنه و از جایی که شدت برخورد با شدت انفجار رابطه مستقیمی داره، در زمان برخورد به هدف سر جنگی 200 کیلوگرمی این موشک از میزان انرژی جنبشی بسیار بالایی برخوردار میشه که شدت انفجار رو به مراتب از نمونه های مشابه در حالت مادون صوت بیشتر میکنه. موشک بیشتر مسیر تا رسیدن به هدف رو با استفاده از خلبان خودکار خودش طی میکنه و در فاز نهایی با استفاده از رادار هدف رو کسب و به اون حمله میکنه. گفته شده که رادار این موشک یه ناو رو در فاصله 50 کیلومتری کشف و روی اون قفل میکنه و موشک توانایی این رو داره که در فاز نهایی به ارتفاع کمتر از 10 متری از سطح آب بیاد و پرواز خودش رو در اون سطح انجام بده. گفتیم که یکی از ویژگی‌های این موشک موتور و خروجی متغیر اون بود. اما یکی دیگه از ویژگی‌های فوق‌العاده این موشک اینی که در چندین نسخه مختلف توسعه پیدا کرده. هم نسخه اول اون در چند نسخه، هم نسخه‌های جدیدتر و بروزتر اون در چند نسخه توسعه پیدا کردن که به ترتیب چند نسخه از اونها رو ما اینجا معرفی می‌کنیم. نسخه اصلی و پایه این موشک که با اسم نسخه A شناخته میشه، دارای بیش از 8 متر طول و 600 میلی‌متر قطره که با این ابعاد
کمتر از 3 تن وزن داره و برد بیشینه اون هم 400 کیلومتر گفته شده. اما اگه کل مسیر رو در ارتفاع پایین و با سرعت بیش از 2 ماخ طی کنه، بردش به 290 کیلومتر محدود میشه. این نسخه هم از دریا و روی ناوها و هم از ساحل توسط سکوهای موشکی میتونه که پرتاب بشه. و در هر دو نسخه زمین پایه و دریا پایه هم به یک بوستر سوخت مایه مجهزه تا کار رانش اولیه و فاز شروع حرکت رو به عهده بگیره. نسخه تهاجم زمینی این موشک هم با کلاهک 300 کیلوگرمی برای حمله به اهداف زمینی با اتکا به سیستم هدایت ماهواره‌ای ساخته شده و دارای برد 400 کیلومتریه و امکان پرتاب اون هم از زمین و دریا هم وجود داره. نسخه زیردریایی پرتاب این موشک هم بر اساس نسخه تهاجم زمینی ساخته شده که برای شلیک از زیردریایی موشک رو درون تیوب‌های مخصوص اژدرافکن قرار میدن و بعد از شلیک با استفاده از این تیوب موشک از زیردریایی خارج و به سطح آب میاد و به سمت هدف شلیک میشه. نسخه هواپایه این موشک که مثل سایر نسخه‌های قبلی از نسخه A موشک توسعه پیدا کرده، تا حالا روی جنگنده سخوی 30 نیروی هوایی هند دیده شده. به دلیل هواپرتاب بودن این نسخه بوستر اولیه سوختی نداره و وزن اون 500 کیلوگرم کمتر شده و به بیش از 2 تن رسیده. برد این نسخه هواپایه هم 400 کیلومتر گفته شده. نسخه جدید این موشک هم نسخه NG نام داره که نسخه اصلاح شده و بهسازی شده این موشک محسوب میشه. این نسخه دارای وزن و ابعاد کمتریه. به طور مثال وزن این نسخه 1.5 تنه و سرعت بیشینه اون هم 3.5 ماخ گفته شده. طول اون هم به 5 متر و قطر اون هم به 500 میلیمتر کاهش پیدا کرده. هند برنامه داره که از این نسخه، یعنی همین نسخه جدید NG، نمونه هواپرتاب برای جنگنده های چون میگ 29 و نسخه زیردریایی پرتاب رو هم برای اژدرافکن هایی با کالیبر کمتر توسعه بده. از این موشک نسخه برد بلند صادراتی در برد 600 کیلومتری و نسخه جدید تهاجم زمینی در برد 800 کیلومتری هم در سالهای گذشته طراحی و ساخته شدن و حتی مورد تست و ارزیابی هم قرار گرفتن. البته یه نسخه وجود داره از این موشک که به اسم براهموس 2 شناخته میشه و هدف از ساخت اون داشتن یک موشک با سرعت بیشینه 7 ماخه که در برد بین 600 تا 700 کیلومتر گفته شده کارایی داره و اما هنوز خبری از اون نیست. احتمالاً طی سالهای آینده این نسخه، یعنی براهموس 2، مورد تست و ارزیابی قرار بگیره و قراره که این نسخه به جای پیشران رمجت از پیشران اسکرمجت استفاده کنه تا بتونه در سرعت‌های خواسته شده کارایی داشته باشه. در کل به زودی این موشک در اختیار کشور فیلیپین قرار میگیره و با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌هایی که داره به راحتی میتونه برای هر کسی یک چالش و یک دردسر کامل باشه، چون که به خاطر توانایی‌ها و ویژگی‌هاش در برابر هر سیستمی میتونه که یک هدف یا یک زورآزمایی بسیار سخت باشه و کمتر سیستم پدافندی وجود داره که بتونه در برابر اون با سرعت بالاش یا با اون کارایی خاصش مقاومت بکنه. به هر حال باید منتظر آینده مون و دید که آیا این موشک برای هدفی که در حال بخدمتگیریه به کارگیری میشه. دوستان عزیز، متشکرم که تا انتها با ما بودید و با نگاه گرم و پرمهرتون ما رو تا انتها دنبال کردید. تا دیداری دیگه، همتون رو به خداوند بزرگ متعال میسپارم. تا درود دیگر، بدرود.